اعدام جنایتکارانه سه زندانی در ملأ عام در زابل. جرم اعدام شدگان به هلاکت رساندن دادستان رژیم در زابل. تجمع‌های اعتراضی در تهران، خرم‌آباد و اهواز. رژیم ضد بشری آخوندی سرانجام صبح امروز سه زندانی را در ملأ عام در زابل به دار آویخت. این سه زندانی به اتهام مجازات دادستان جنایتکار رژیم در زابل به اعدام محکوم شده بودند. به گزارش رسانه‌های حکومتی، آخوند حمیدی رئیس جنایتکار دادگستری رژیم در استان سیستان و بلوچستان گفت در ساعت 6 صبح امروز 6 اردیبهشت حکم اعدام سه تن در محل وقوع حادثه انجام شد. خاطر نشان می شود روز 15 آبان سال گذشته خودروی موسی نوری دادستان زابل هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و این مهره جنایتکار رژیم به همراه راننده خود به هلاکت رسید. رانندگان خودروهای مسافربری خط اهواز سوسنگرد در اعتراض به افزایش قیمت بنزین تجمع کردند و خواهان افزایش کرایه ها شدند. کارگران محروم کارخانه روغن نباتی پارسقو در تهران روز شنبه 6 اردیبهشت در اعتراض به طرح ضد کارگری یک شورای شهر تهران برای تعطیلی کارخانه و بیکار کردن کارگران تجمع کردند. کارگران اخراجی شرکت پونل تهران در اعتراض به اخراج از کار و پرداخت نشدن مطالباتشان در مقابل فرمانداری رژیم در پاک دشت تجمع کردند. دستفروشان محروم اطراف میدان شقایق خرم‌آباد روز پنجشنبه 4 اردیبهشت به ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی که وسایل آنها را جمع‌آوری می‌کردند حمله کردند و با آنها درگیر شدند. رژیم آخوندی در وحشت از اعتراض مردم به دلیل گرانی بنزین و حمله به پمپ بنزین‌ها در کلیه جایگاه‌های سوخت زنجان ماموران سرکوبگر خود را مستقر کرده است.